آشغال از روی ترک جمع کرد. داره که یک جمع زرگری باشد یا همون بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت شما بینندگان گرامی ارجمند هم سلام و عرض ادب دارم و برایتان عزت و سلامتی و توفیق آرزو می کنم. امروز اربعین حسینی است و یکی از بزرگترین مناسبت‌های اسلامی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی تجلیل میشه، از جمله در کشور ما افغانستان عزیز. اما آنچه این مناسبت را بیش از هر مناسبت دیگری برجسته میکنه، حضور میلیون‌ها زائر و عاشق امام حسین علیه السلام در ایام اربعین در خاک عراق و مخصوصا در کربلای معلا است. اربعین یا 40 روز پس از عاشورا و 20 صفر روزی است که بر اساس روایت های تاریخی کاروان اسرای کربلا به کربلا برمیگردند از اسارت، از سفر اسارتی که داشتن به کوفه و شام، و همینطور جابر ابن عبدالله انصاری اولین کسی است که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام در این روز مشرف میشه و دقیقاً 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا و ایشان یعنی جابر ابن عبدالله انصاری یکی از اصحاب بزرگ و مورد توجه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که داستان تشرفش و زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام هم خیلی مفصل هست و ما در اینجا به اون نمی پردازیم برای اینکه جایش نیست. در هر صورت این مناسبت یعنی اربعین حسینی مخصوصاً در سالهای اخیر یکی از بزرگترین تجمعات بشری را در نوع خودش رقم می‌زند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مراسم اربعین حسینی امسال بیش از 20 میلیون نفر به صورت همزمان از بیش از 50 کشور جهان در کربلای معلا گرد هم آمدند و 40 روز شهادت سردار و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را گرامی داشتند، به عزاداری پرداختند و تجدید بیعت کردند. در طول برنامه، در فواصل برنامه ممکن است به پاره ای از موضوعات، شعارها و مسائلی که در اربعین حسینی توسط زوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میشه بپردازیم. اما آنچه این مراسم را مخصوصا در کشور عراق برجسته میکنه، خدماتی است که به صورت بی‌نظیر و فوق العاده از طرف مردم عراق به زوار امام حسین علیه السلام ارائه میشه، خدماتی که در هیچ کجای عالم شما نمیتونین نظیر او را پیدا بکنین. و در اربعین حسینی است که ما مهربانی را به تمام معنا و همینطور مهمان نوازی را به تمام معنا درک میکنیم و با تمام وجود خودمان حس میکنیم. به همین جهت است که ما دو تا پرسش در برنامه امشب مطرح کردیم که ناظر به وضعیت
اربعین حسینی و اتفاقاتی است که در این مناسبت بزرگ و سترگ اتفاق می افتد. یکی این که شما چه تجربه ای از راه پیمایی اربعین دارین؟ آیا شما هم جز کسانی هستین که توفیق تشرف به کربلا در اربعین حسینی را داشتین؟ اگر این توفیق به شما داده شده، چه تجربه ای دارین از سفر و تشرف به کربلای معلا؟ این برای این است که ما میخواهیم آنچه را که بیان میکنیم به صورت مستند از زبان شما بشنویم، آنچه را از مهربانی و مهمان نوازی و سخاوت و ایثارگری مردم عراق میخواهیم بیان بکنیم، این را میخواهیم از زبان شما به عنوان کسانی که اربعین را درک کردن و تجربه کردن بشنویم. پرسش دوم این است که خب ما مثل نماز، مثل روزه و مثل خیلی از مناسک عبادی من، اون حالات و ویژگی هایی را که تجربه می کنیم برای یک زمان محدود و مشخص، برای یک بازه زمانی کوتاه نباید اختصاص بدیم یا در انحصارش در بیاریم، بلکه هدف این است که ما این حالت را، این تجربه را، این معنویت را در طول زندگیمان، در سراسر زندگیمان، در همه جا گسترش بدیم. ما وقتی مهربانی را در عراق تجربه میکنیم، چرا نباید این ارزش بسیار بزرگ انسانی و اخلاقی را به سرزمین خودمان نیاریم؟ و چرا نباید در طول سال و بلکه حتی در سراسر زندگیمان با همدیگر مهربان نباشیم؟ بنابراین ما از شما میپرسیم که وقتی ما مهربانی را در اربعین حسینی تجربه میکنیم، چگونه میتونیم این مهربانی تجربه شده در اربعین را در سراسر زندگی خودمان، در همه قلمروها، در همه جغرافیاها و کشورهایی که زندگی میکنیم، با همه ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی، چگونه میتونیم این را توسعه بدیم و تسری بدیم، به دیگران هم منتقل بکنیم به عنوان یک رهاورد، به عنوان یک دستاورد، به عنوان یک تجربه بسیار بسیار ارزشمند معنوی که در اربعین حسینی در عراق اتفاق میفته؟ این دو تا پرسش ما در برنامه امشب مطرح کردیم و طبق معمول شماره 020-25-11-566 پل ارتباط مستقیم شما با برنامه است و انتظار داریم که شما تماس بگیرین و موجب پرباری و غنامندی برنامه شوین، مخصوصا از مجرای بازگویی و بازخوانی تجارب سفر به کربلای معلا و تشرف به آیین بزرگ و بیمانند اربعین حسینی. و اما در فیسبوک آقای سید مرتضی عسکری نوشتن که تا حال که شرفیاب به زیارت آقا نشدیم، اما امید دارم که آقا ما را هم می طلبد. این که چگونه میتوانم، خب ما هم دعا میکنیم در واقع برای آقای عسکری و برای همه آرزومندان، حتی اونایی که رفتن و بارها هم رفتن اما سیر و سیراب نشدن، بازم میخوان برن. اصلا یک چیز من تجربه شخصی خودم میگم که مشترک است این تجربه بین همه زوار امام حسین، این تجربه تجربه مشترک است. شما تا زمانی که مشرف نشدین به کربلا ممکن است حس خاصی نداشته باشین، اما همین که برای یک بار توفیق پیدا میکنین که برین به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مخصوصا در ایام اربعین، برای اربعین سال آینده از همون لحظه شروع میکنین به لحظه شماری و تمام شب و روز ماه و سالتان با آرزوی دوباره رفتن به کربلا سپری میشه. این ویژگی را به عنوان یک ویژگی عام و فراگیر همه کسانی که به کربلا مشرف شدن تا
تجربه کردن و تأیید میکنن. ما جانم آقای موسوی را از کابل پشت خط داریم. سلام بر شما جناب آقای موسوی. سروی نی در نینوا گم بود اگر زینب نبود، سروی نی در نینوا گم بود اگر زینب نبود، کربلا در کربلا گم بود اگر زینب نبود. با درود و سلام خدمت شما و عرض تسلیت به شما آقای موسوی محترم و از طریق رسانه شما به ملت مسلمان جهان، به خصوص ملت مسلمان افغانستان، اربعین حسینی را تسلیت عرض میکنم. قربان شما. و امیدوار هستم آقای موسوی محترم که ملل مسلمان امام حسین با مشرکین و ظالمین و قطاع الطریقین ایج و خواهان صلح نبود. او برای اصلاح جامعه قیام کرد، نه برای قدرت، نه برای چوکی، نه برای ثروت، نه برای سلطنت. او خواست جامعه را اصلاح بسازد. ای کاش ملل مسلمان در زیر بیرق لا اله الا الله و محمد رسول الله و نواده پیامبر گرامی امام حسین به اصلاح جامعه بپردازه. وقتی دیگرها رو نگیرم، موفق و کامگار باشی آقای موسوی. قربان شما، خیلی سپاسگزار هستیم از شما هم جناب آقای موسوی گرامی. حقیقتا همینطور است. بله، این دیگه جزء موضوعات غیر قابل انکار و بسیار آشکار تاریخ اسلام و مخصوصا تاریخ پس از عاشورای سال 61 هجری است که حضرت امام حسین علیه السلام برای به دست آوردن قدرت و تصاحب سلطنت و دست یافتن به حکومت و حاکمیت قیام نکرد، بلکه کارش و مسئولیتش و هدفش اصلاح جامعه اسلامی و هدایت انسانها و مسلمانان بود. اتفاقی که به هر حال امروزه در دنیای اسلام، در جامعه اسلامی کمتر میفته و ما شاهد هستیم که ما مسلمانها برای رسیدن به قدرت و دست یافتن به ثروت و عرض کنم که حکومت، چه جنایت ها و خیانت ها که مرتکب نمیشیم. بین ما و امام حسین، بین ما و آرمان های مکتب عاشورا، بین ما و اهداف والای انقلاب عاشورا و کربلا، از اینجا تا خود کربلا فاصل است و این خیلی دردناک است متاسفانه. خب، ما برای جناب آقای سید مرتضی عسکری دعا میکنیم که توفیق تشرف به کربلای معلا رو داشته باشن و در ادامه کامنت ایشان رو میخوانیم که نوشتن این که چگونه میتوانیم مهربانی را در زندگی خود پیاده کنیم، فقط با حسن نیت جنبه عملی میگیرد، چون تمام زوار امام حسین علیه السلام از هر رنگ و هر زبان که هستند و فقط قصد آنان زیارت امام است، همین خودش یک اصل در زندگی ما شده میتواند. خب، خیلی طبیعی است البته این که به هر حال ما میتونیم تأکید و تأیید بکنیم که یک انسان مهربان نمیتونه نیت بد داشته باشه. اصلا حسن نیت و یا نیت خوب داشتن نسبت به دیگران خودش نتیجه مهربانی است. یعنی شما در ابتدا باید مهربان باشی تا بتانی نسبت به دیگران حسن نیت داشته باشی و حس خدمت و گذاری داشته باشی. اگر کسی مهربان نباشه و رأفت و رحمت باطنی و درونی نداشته باشه، نمیتونه حسن نیت هم داشته باشه. اصلا نمیشه که شما مهربان باشی و حسن نیت نداشته باشی. خب، محمد ظاهر رضایی نوشته به جای تجربه نمودن و رفتن به راهپیمایی ها، بهتر است همینجا به هم نوعان خود کمک نماییم. خب، نکته خوبی را مطرح کردن. کدام دوربین است نومه؟ اینجا. بله، نکته خیلی خوبی را مطرح کرد آقای رضایی. ما از ایشان تشکر میکنیم که به
چیزی پرداختن که مخصوصا در ایام اربعین و اندکی پیش از اربعین گروهی از شبه روشن فکران و قلم بدستان مدعی دانایی، جانم قربان علی را داریم پشت خط، منتظر نمیگذاریم ایشان را، بعدا در خدمت شما هستم. آقای قربان علی سلام بر شما. آقای مستعی سلام علیکم، خوبتی بخیر شما. علیکم السلام، خیلی ممنون، سپاس گذار هستم. آقای مستعی، امی معلومات درباره اربعین نمی نوارای موسعی مثال بی از طرف دولت ممانه است در دولت کابل یا اونجا گنجایش نبوده امی در معلومات فرمایش دیگه ندارین؟ سلامت بشی رزتان بخیر. قربان شما. ما در مورد این که چرا تا کنون از کشور ما کاروان زیارتی اربعین حرکت نکرده چیزی نمیدانم راستش، و بعید میدانم که از طرف حکومت ممانعتی شده باشه. غالبا در طول چند سال گذشته که ما و شما شاهد ماجرا هستیم، نیروهای زیارتی ما، کاروانهای زیارتی ما بعد از مراسم اربعین راه سپار می شدن. نهایتا اگر مثلا خیلی اینا زودتر می رفتن، اربعین را در ایران می ماندن و بعد از اینکه اربعین به پایان می رسید در عراق، مرزها برایشان باز می شد و می رفتن. او را هم من نمی دانم که حالا در چند سال پیش مشکل از طرف جمهوری اسلامی بود یا از طرف کشور میزبان یعنی عراق، نمیدانم که محدودیت از طرف کدام کشور ایجاد میشد، حقیقتا نمیدانم. ولی سال 98 که خود ما مشرف شدیم، در بازگشت من با مسئول یکی از کاروانها صحبت کردم، او میگفت که ما خودمان علاقمند هستیم که بعد از اربعین زوار را منتقل بکنیم، به خاطر اینکه ازدحام کم میشه و هتل ها خالی میشه و این به لحاظ اقتصادی بصرفه است. یعنی زمانی که جمعیت زیاد است و ازدحام جمعیت وجود داره، معمولا هتل ها پول بالایی میگیرن از مسافرین و زوار، اما وقتی هتل ها خالی میشن و مشتری ندارن، زوار افغانستانی وقتی مشرف میشن با هزینه کمتری از اینا پذیرایی میشه مثلا. یک چون این چیزایی حالا او آقای چیز میگفت دیگه. امسال رو من نمیدانم که این محدودیت و مشکل از طرف کیست، از طرف حکومت افغانستان است یا از طرف مثلا سفارت جمهوری اسلامی ایران ویزا نداده یا خود عراق اجازه نداده، چون به هر حال موافقت عراق هم باید باشه که شما بتونین از اینجا حرکت کنین، و در واقع با موافقت عراق است که سفارت جمهوری اسلامی ایران برای شما ویزا صادر میکنه. خب به هر حال ما چون در واقع یک کشور دیگر هم باید تایید بکنیم و پشت سر بگذاریم، یک مقداری کار ما جنجالی هست. حالا بگذاریم دیگه، ما بیشتر از این چیزی نمیدونم، من این مقدارش هم خیلی زیاد شد. خب ما در مورد آقای محمد ظاهر رضایی که گفته بودن ما به جای اینکه بریم به راهپیمایی اربعین، بهتر است که همینجا به فقرا و نیازمندان کمک بکنیم، یک دو نکته میخوام عرض بکنم. یکی این که مثل آقای رضایی چند نفر دیگه هم هستن و البته اونا خیلی ادعا دارن و مدارک علمی و تحصیلی بالا دارن، دکتر و ماستر و امثال اینا هستن و طلبه علوم دینی و مثلا حجت الاسلام و المسلمین و این حرفا. اونا میگن که ما نباید برای سفر اربعین هزینه بکنیم، به خاطر اینکه ما مردمی هستیم که به لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار رقتبار و نامناسب قرار داریم. ما این پولها را که صرف سفر به کربلا میکنیم، باید به هم نوعان خودمان، به هموطنان فقیر، نیازمند و تهیدست خودمان کمک بکنیم تا مشکل اونا حل شود. این حرف ظاهرش خوبه، ظاهرش خوبه، به قول حضرت علی علیه السلام که کلمت حق یراد به حل باطل، ظاهر حرف حرف خوبی است، حرف حق و درستی است، اما اراده‌ای که پشتش نهفته است اراده باطل است.
خود حرف حقه، اما اراده و نیتش، نیت گوینده نیت باطل است. اونا به این چیزا عقیده ندارن، اونا میخواهن که مناسک دینی و مذهبی و مراسمها و آیین‌های بزرگی مثل اربعین و حسینی مطلقا تعطیل شود. منتها بهانه ای که مطرح میکنن وضعیت بد اقتصادی مردم است. چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یکی این که عموما کسانی که به کربلا مشرف میشن از طبقه فقیر و نهایتا و در خوشبینانه ترین حالت متوسط جامعه هستند. آقای فرهاد از بدخشان زنگ زدن، خیلی از راه دور. سلام بر شما. سلام آقای فرهاد، خوب هستین؟ شکر، شکر فضل خدا. مهربانی بفرمایید. شکر فضل خدا جناب، زور بخیر، قراری همونی. سلامت باشین، بفرمایید. میگم استاد گلم یک موضوع را گفتم بگم، تون اگر با چیتون نو خبر چی نداشت خوب معذرت دیگه. بفرمایید. استاد ما در بدخشان به یک گلوسوالی بسیار دور رفتاده زندگی میکنیم در اشکاشم. بله. گفتم در بدخشان در گلوسوالی بسیار دور رفتاده هستیم. متوجه شدم، بله، اشکاشم. اشکاشم، بسیار به همیجا یک مشکل داشتیم که همی در این دفترهایی که کار میکنم مثل دفترهای شهزاده کریم آقا خان. بسی بیجا یک مشکلات است که همین دفترهای شهزاده کریم آقا خان که هست، اینا شده هستن یک مشکل، یک فامیل، یک چی شده هستن، مثل یک دفترهای فامیلی شده هستن، نه دفترهای خود بمون چند گروهی که دمیش کاش هستن، سب اینا تختیم شده هستن. همین 80% این مردم دیگه، یک 20% خواه همون تو جان شده شیر میشود، 80% از این شیر نمی آورد. خب من از شما عذرخواهی میکنم آقای فرهاد عزیز. آقای فرهاد، من از شما به دو دلیل عذرخواهی میکنم. اولا موضوعی که شما مطرح فرمودین به برنامه ما ربطی نداره. ما اصلا در مورد کریم آقا خان و نمیدانم که مؤسسه ایشان و این حرفا کار نداریم، مخصوصا در این برنامه در اون مورد بحث نمیکنیم. یکی و ثانیاً این رقم که از صحبت شما پیدا بود، این قصه سر دراز داره و خیلی ما باید به مدت طولانی در خدمت شما می بودیم تا فرمایش های شما رو می شنویدیم و متاسفانه فرصت برنامه محدود است. بنابراین ما از شما عذرخواهی می کنم، انشاءالله در یک برنامه دیگه. خب من حالا در خدمت آقای محمد ظاهر رضایی هستم که گفته بودن مردم به جای راهپیمایی اربعین پولشان رو بتن به فقرا. خب عرض کردم که دیگران هم این حرف میزنن، اما چند نکته است. یکی این که کسانی که کربلا و اربعین میرن عموما فقرا هستن، عموما، و خیلی اگر ما مثلا سقف زندگی زائرین ابا عبدالله را در یک حالت خوشبینانه قرار بدیم، کسانی هستن که به لحاظ اقتصادی در وضعیت متوسط قرار دارن. این یک، یعنی در واقع هیچ پولداری، هیچ ثروتمندی و یا به تعبیر عامیانه‌تر هیچ خرپولی به کربلا نمیره، به استثنای موارد بسیار معدود و اندک. پولدارها و خرپولها به جای کربلا میرن دبی، میرن ترکیه، میرن تاجیکستان و کشورهای دیگری که عشق و حال بکنن، و در واقع هیچ کدام از این روشن فکران یا شبه روشن فکران متعرض حال پولدارهای که چکرها و سفرهای پرهزینه آنچنانی را انجام میتن نمیشن، هیچ چیزی با اونا نمیگن. مثلا نمیگن که شما به جای سفر دبی بشین آقا جان همی هزینه سفر را بته به 10 تا خانواده فقیر که هر کدامش یک ماه سفره پر داشته باشه و از ناحیه خرج و مخارج روزانه زندگی خاطرش جمع. با اونا چیزی نمیگن. خب این یک. ثانیاً اونایی هم که در اونجا هستن، در خود عراق هستن و کارشان پذیرایی از زوار هست،
اونم در سطح شاهانه، پذیرایی که توسط مردم عراق از زوار امام حسین میشه یک پذیرایی کاملا شاهانه است. خدماتی که در طول مسیر منتهی به کربلا از طرف مردم عراق انجام میشه و ارائه میشه بالاتر از حد تصور و حتی میتونم بگم بالاتر از خدمات یک هتل پنج ستاره است به تمام معنا. آقای احمدی چشم، سلام بر شما. آقای احمدی سلام. سلام علیکم. بفرمایین سر. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ صدای برنامه شما، صدای تلویزیون تان پایین بیارین لطفا. تشکر. آه قربان شما. اوه بله. خب آقای احمدی قطع شد. اونایی که داشتم میگفتم، اونایی که تمام زندگیشان را، یعنی هر آنچه را که در زندگی دارن، از مواد غذایی، از مواد آشامیدنی، از میوه، از خانه، از هر آنچه که دارن، بدون هیچ گونه بخل و خساست، سخاوتمندانه در اختیار زوار امام حسین قرار میتن و عموما فقیر هستن. او مردم، اونا هم جز فقرا هستن. یک صحنه را من امروز دیدم که یک عرب با یک بیلچه سر سرک ایستاد شده و با خشونت و بزور زوار امام حسین را به خانه خودش میبره. برین خانه من، مهمان ما شوین. بزور، یعنی این نهایت فداکاری و ایثارگری و سخاوت است و چیزی است که شما در هیچ فرهنگ دیگری، در هیچ دین دیگری، در هیچ کشور دیگری نمونه این گونه رفتار را نمیتونین پیدا بکنید. حالا شما بیا بگو که خب شما کربلا نرو، اربعین نرو، ای پول بده به فقرا. اتفاقا با توجه به آنچه که در کربلا اتفاق میفته در ایام اربعین، یکی از چیزایی که من زائر از اون آیات میگیرم فداکاری و ایثارگری و دستگیری از نیازمندان هست. من وقتی اون صحنه ها رو میبینم یاد میگیرم، این برای من یک آموزش است، یک مکتب است، اصلا یک دانشگاه است. یاد میگیرم که وقتی آمدم به کشور خودم به فقرا کمک بکنم، به نیازمندان کمک بکنم، به هم نوعان خودم کمک بکنم و نسبت به همه مهربان باشم. ضمن این که باید توجه داشته باشیم که به لحاظ دستبندی فکری و اعتقادی همه کسانی که به کربلا میرن شیعه نیستن، شیعه اثناعشری دوازده امامی. ما شیعه داریم، سنی داریم، مسیحی داریم، صابئی داریم، نمیفهمم از اقشار و خلاصه حتی از کسانی که اصلا به خدا اعتقاد ندارن از اونا رو هم داریم. اینا هم میاین در اقیانوس مواج عشق حسینی غوطه‌ور میشن، شنا میکنن، خودشان رو شستشو میتن و به اندازه یک دانشگاه ادب و اخلاق و انسانیت و ایثارگری و فداکاری یاد میگیرن. حالا این از این. امیدوار هستم آقای رضایی جوابش را گرفته باشه. حقایق گفتنی، هرچند که توفیق حضور در این راه پیمایی عظیم هنوز برای میسر نشده است، اما آنچه از رسانه ها و فضای مجازی میبینیم یک حرکت فوق العاده زیبا، پر از معنویت و بی نظیر است. واقعا اهل عراق در پذیرایی از زوار حسینی رشادت، ایثار و از خودگذشتگی باور نکردنی انجام میدهند. حب الحسین یجمعنا. خب من نمیدانم که حقایق گفتنی خانم است یا آقاست. در هر صورت ما از ایشان تشکر میکنیم و حقیقتا هم همین گونه است که ایشان فرمودن. تازه یک نکته را من باید یادآوری بکنم و شما هم حتما متوجه هستین که رسانه های غربی
رسانه های غربی که از اونا تعبیر میشه بغول های رسانه ای، یا در مورد اربعین سکوت میکنن، یعنی اتفاقی به این بزرگی که بیش از 20 میلیون نفر همزمان در یک شهر تجمع میکنن و با هیچ مشکلی مواجه نمیشن، از نظر جا، از نظر خورد و خوراک، از نظر امکانات رفاهی، از نظر رسیدگی های بهداشتی و پزشکی، از هر نظر اینا با مشکل مواجه نمیشن. بیش از 20 میلیون نفر همزمان در یک شهر گرد می آیند بیان که هیچ مشکلی به وجود بیاید. همه رسانه های غربی نسبت به این موضوع سکوت می کنند، یا اگر بخواهند این مراسم را پوشش هم بتن، در واقع از یک زاویه دیگه، از زاویه دشمنی، از زاویه تخریب و تضعیف است که نمونه‌هایش شما دیدین. آقای محمد از کابو بغلان، سلام. سلام علیکم. علیکم السلام، در خدمت هستیم، بفرمایید، خوش آمدین. خوش باشید محترم جان، تانجور باشه، خدا کنه. بفرمایید. بله صدای ما میشنوید؟ بله بفرمایید. خب من میخوام یادآوری بکنم خدمت همه عزیزانی که تماس میگیرن، موقع تماس گرفتن صدای تلویزیونتان را بیارین پایین. چرا؟ برای اینکه اولا انعکاس میتن و ثانیا شما صدای ما را از طریق تلویزیون میخواین بشنوین و این طول میکشه تا به شما برسه. در این فاصله شما فکر میکنین که من صدای شما را ندارم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تماس ناموفق میشه دیگه، قطع میکنین و بدون اون که حرفتون رو بزنین یا بدون اون که ما را بهره مند بسازین از صحبت های خودتون، تماس بی حاصل میشه. بنابراین قبل از اینکه تماس بگیرین صدای تلویزیون هایتون را بیارین پایین. مهرمینا تلاش نوشتن که خواستم تا اربعین زائر شوم. آها، شعر است. خواستم تا اربعین زائر شوم اما نشد، بوسه بر شش گوشه را قابل شوم اما نشد، خواستم به زائران خادم شوم اما نشد، لااقل در خواب تیری را از او حائل شوم اما نشد. یحیی خان از کابل، سلام. سلام علیکم بزرگوار. سلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. مساوی خوبتی بخیر. قربان شما، محبت کردیم. اول خواست سلام میکنم یا رسول الله یا محمد، السلام علیکم یا ابا عبدالله لسید نبنالی. قربان ابا عبدالله لسید شم شهید کربلا تا قیامت خونش باقیش. باز السلام علیکم یا مهدی، قربان مهدی شم امنام محمد است. خوشا جان که جانانش حسین است، خوشا درد که درمانش حسین است. ما از خالیت منمی آرزو را دارم از بابه رسول مبارکش. یک بار کربلای ملا ایر آدم نگه، ما دائم تکرار میگم مسلمان هم خون مسلمان است، ایر نگه که آدم شیعه یا سنی. قبله ما یکی، قرآن شریف یکیست، کلام الله پاک است. بله. والله خیر رازقین گفته نیک ظالمین. خداوند منان روزی رسان هم الله پاک است، الله یکیست، قبله ما یکیست. صرف من میگم پیر آدم نگوی کی شیعه یا سنی، مسلمان هم خون مسلمان است. یک شعر دیگر هم میگم. بله صدایتون قطع شد آقای یحیی خان. خب صدای شما رو دیگه نداریم، ما صدای شما رو نداریم. قربان قلب شما، قربان احساسات شما، قربان عشق و محبت و معرفت شما نسبت به اهل بیت و دین مقدس اسلام. بله همینطور است، ما این را حرف تازه ای نیست، در واقع بار اول نیست که میگیم. اصلا مبنای تمدن و بنای تمدن بر وحدت و اخوت است و هیچ گونه تفکیک و مرزبندی مذهبی در رسانه تمدن وجود نداره و محلی از اعراب نداره. ما همه را به یک چشم میبینیم، همه برادران ما هستند، ما منادی اخوت و برادری هستیم.
چرا که همه ما برادر هستیم. آقای عبدالکریم از کابل، سلام بر شما جانم. بله سلام. سلام، بفرمایید صاحب، خوش آمدید. سلام، سلامت باشین. نام عبدالکریم حمید است. اگر وقت برنامه تان اگر میخواییم یک تصویر منظوم یک سرودی که به تحتینان علمدار حسین است به خدمتتان تقدیم کنیم. بفرمایید، استفاده میکنیم، قربان شما. میشنویم؟ بله بفرمایید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آن که باشد ذره میر و وفا یار حسین، نرود بر در کس جز در پربار حسین. آن که در مزرع دل کاشته گلهای عزاش، پای بیرون ننهد از در دربار حسین. بله. آن که گوید که منم رهرو آن سرور دین، به خطا پاننهد از رو کردار حسین. آفرین آفرین. نشود رهرو ظالم، نکند ظلم به کس، آن که باشد به یقین رهرو رهدار حسین. بارک الله. نشود بنده زور و نشود بسته زر، رادمردی که بود پیرو افکار حسین. آن که دل را ز حسادت نکند پاک و صفا، نشود محرم اسرار و وفادار حسین. بارک الله. نغم جاه و جلال نی بغم مال و عیال، آن که از جان و شرط خواسته پندار حسین. درس آزادگی مکتب آزاده دلان، درس آزادگی مکتب آزاده دلان، چه جان باختن و مکتب پیکار حسین. بود گفتار یزید دعوی دین و اسلام، آگه راز حقیقت دل بیدار حسین. در پس پرده یزید نی دل و نی دین داشت، پرده در شد به خدا نهضت دیندار حسین. سر جان باخت، سر جان باخت، ولی اثر دین دل نگرفت، عشق دین زنده بود و بعد از کار حسین. کرد قربانی دین اهل و عیال پیر و جوان، آنفرین باد بر این غیرت و ایثار حسین. مرد باید به جهان زیست و به مردی جان داد، مرد باید به جهان زیست و به مردی جان داد، این شعار ذکردار و ذگفتار حسین. بشنو پند امید امت مردانه گزین، گر تو هستی ز سر صف علمدار حسین. احسنتون. از لطفتان و خداوند روح او سرور تاج سرمشاد داشته و داشته باشه، و به همه پیروان و رهروانش توفیق میخواییم که رای ابو رای او بزرگ مرد ده به صداقت ایمانداری دنبال کنند. احسنتم انشاءالله. خیلی سپاسگزار هستم از جناب آقای عبدالکریم عمید، اگر اشتباه نکنم تخلصشان را درست گفتم، عمید؟ بله. خیلی استفاده کردیم و شعر بسیار خوبی بود، انصافا شعر کاملی بود و تأثیر گذار بود به لحاظ عاطفی و معنوی. ریشه در یک ایمان عمیق داشت و این خیلی ارزشمند است، اصلا به تجربه ثابت شده. کسی که نسبت به حضرت رسول و اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نداشته باشند، نمیتانه در ستایش اونا شعر بگوید به هیچ عنوان. خب آقای نبوی از غزنی، سلام بر شما. سلام علیکم مصطفی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. سلامت باشین. کربلا مشرف شدین شما؟ بله. شما کربلا مشرف شدین؟ تا امروز متاسفانه نه. انشاءالله که خداوند شما رو برسانه. تشکر شما. میخواستم چند پرس شعر در موضوع عظمت امام حسین و همین که شما پرسیدید که نرفته در آرزویی که بدل ماست که در زیارت تا بال را توفیق کسی کمان نشده
یک شعر میخونم دیگه مزایمتون نمشه. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا وارث یا سار الله و ابن ساره. سلام بر تو ای خون خدا، سلام بر تو ای فرزند خون خدا. دست آزادی به دنیا داد رفتار حسین، درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین، بذر آزادی به دلها ریخت افکار حسین. در عظمت حسین به نظر ما همین دو نکته خیلی بجاست. به مورد اینکه خود ما روزی دارم از پاچشه شما نخونم. سالها در آستانت ریزخارم یا حسین، سالها در آستانت ریزخارم یا حسین، از سری صدق و صفا خدمت گذارم یا حسین. آفره. از سری صدق و صفا خدمت گذارم یا حسین. نوکری عیب است اما تا ابد نوکری، نوکری عیب است اما تا ابد نوکری، هست در عالم مدال افتخارم. آفرین. یا حسین. آفرین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون از آقای نبوی عزیز. امشب چقدر برنامه ما شاعرانه شده، هم جناب آقای عبدالکریم با شعر خیلی زیبایشان و هم جناب آقای نبوی با شعر زیبا و مؤثرشان، مایه پرباری و تلطیف فضای برنامه شدن. خیلی از این دو بزرگوار سپاسگزاری میکنم و حقیقتا استفاده کردیم. خداوند شما رو حفظ بکنه. گفت که یک از عرفای معروف غزنی به نام سید حسن آقا، هنوزم قبرش زیارتگاه هست در غزنی، مشرف میشه به مدینه منوره. سر ادامهش بعدن میگم که آقای عبدالکریم از قندهار منتظر نمانند. سلام بر شما. سلام علیکم آقای مصطفی صاحب. جوره پا خیریه پا ستروغیه منان ارورا ولدی زورده سلامت وسه خیر وسه سلامت وسه بفرمایین در خدمت هستیم قربان شما. مصطفی صاحب به وستا ورورا علی تسنن یم از کندهار سے ډیر ارزو لرم چې واسم امام حسین رحم السلام زیارت کما دا ما ډیر غټ ارزو ده چې دعا کوا چې زوار شو ان شاء الله. خداوند دا کال خو تیر سو بر قلب ولاست ان شاء الله. خداوند شما رو با ارزویتان برسونه و همه ارزومندار ان شاء الله. نور خان ورور بس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیک السلام و رحمت الله. خیلی ممنون. سلام دیر ملانا عبدالکریم خان زما ورور پقندهار سخه. خب گفت که رفت سر قبر حضرت پیامبر مدینه منوره و یک شعر برای حضرت سروده بود، یک قصیده طولانی. یک بخشش این است که گفت لاف فرزندی نیارم زد، ولی کن ای حبیب مدحتی آورده ام تو خلعتی بیرون فرست. گفت تا به این قسمت رسید از داخل قبر مبارک حضرت پیامبر دو دست آمد بیرون و یک خلعت سبز رنگ به ایشان داد و گفت خذ یا بنی، بگیر ای پسرکم. او گفت من نیامدم که بگم من فرزند تو هستم، سید هستم، اما تو رو دوست دارم و تو حبیب ما هستی. من برحال یک مدیحه، یک شعری در ستایش شما سرودم و برای ما یک خلعت بفرست. و دو دست آمد بیرون که خود یا بنیه، بگیر ای پسرکم. ما امیدوار هستم و مطمئن هستم که شما شاعران آینی که برای امام حسین شعر میگین حتما پاداش شعرتان را دریافت خواهید کرد انشاءالله. خب کمی کامنت بخوانیم، فرصتم محدود هست. آقای علی سجاد رحیمی نوشته نزدیک 40 دل جامانده ها گرفت، یک بینوا برای خودش ربنا گرفت،
هر کس رسید سوال کرد زائری، این سوال دل پرخون زما گرفت. پس هر که بود که جام بلا گرفت، باشد محل نده نبرم اربعین حرم. خب مشخص است که آقای علی سجاد رحیمی هم توفیق اربعین، زیارت اربعین را نداشت. جمعه انصاری نوشته هنوز این سعادت نصیب ما نشده، متاسفانه دارم افسردگی نرفتن به کربلا را میگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عبدالغنی دانش حیدری، متاسفانه تجربه نکردیم، خداوند قسمت کند انشاءالله همه دلسوختگان بروند یک روزی انشاءالله انشاءالله. منطقه من همون رقم که در قسمت های قبلی خدمت شما عرض کردم، کربلا جایی است که شما اگر یک بار مشرف شوین بارها و بارها میخواین برین اونجا. مغناطیس عشق است که شما را به سمت خودش میکشانه و تاب از دلتان میرباید. محمد کریمی نوشته که توصیف آنچه که در زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفایش مخصوصا پیاده روی مسیر نجف کربلا میگذرد، با قلم و زبان غیر ممکن است. حقیقتا همینطوره، نمیشه ای را شما به تصویر بکشین، نمیشه توصیفش کنین. توفیق شرکت در این مراسم بزرگ سالها قبل عنایت شد. من هم قبل از آن که پا به این مسیر زیبا بگذارم تصور درستی از آنچه که در این مسیر میگذرد نداشتم. باید رفت و دید تا اوج زیبایی و خوبی و حس وصف ناشدنی که به انسان در این پیاده روی دست میدهد لمس شود. هرچند عده‌ای جاهل و نادان و شاید مغرض سعی در مصادره این رخداد عظیم داشته باشند و یا آن را آلوده به مقاصد و امیال کثیف صاحبان زر و زور و سیاست نمایند، اما عظمت غیر قابل انکار این مراسم به گونه است که همان گونه که صاحب این زیارت سید الشهدا سلام الله علیه خالصانه از جان و مال و آبرو و خاندان و همه هستی خود برای رضای خدا گذشت، عنایت و لطف خدا را در ماندگاری نام بلند و زیبای او در چنین شعائر پسندیده‌ای مشاهده می‌کنیم. درود بر جناب آقای رحیمی. و متن و یا در واقع بگم کامنت خیلی زیبا و استادانه ایشان. سپاسگزار هستم از همه شما که برنامه را تماشا کردین، از همه عزیزانی که زنگ زدن و از همه بزرگوارانی که کامنت گذاشتن. یا حق. Ahora aquí, ya que se ha querido, ya que se ha querido.